عرض سلام و احترام خدمت دانش آموزای پایه هفتم. امیدوارم که مثل همیشه شاد و سلامت باشید. خب عزیزان، همونطور که یادتون هست، جلسه گذشته ما درس سوم رو تموم کردیم و امروز میخوام که درس چهارم رو با همدیگه شروع کنیم. درس چهارم ما در رابطه با خانواده هست، یعنی در واقع ما در درس چهارم در مورد خانواده صحبت می‌کنیم و جملات و کلمات جدیدی یاد می‌گیریم. نام درس چهارم ما My Family هست. شما هم تکرار کنید My Family. خب توی خانواده یا Family معمولاً خواهر و برادر و پدر و مادر هستن که میخواییم کلن در رابطه با فامیلی صحبت کنیم. امروز بعد از اینکه این درس رو تموم کردیم، ما به راحتی میتونیم که در مورد سن اعضای خانواده صحبت کنیم، سوالاتی بپرسیم که مثلا پدر فلانی چند سالشه، یا در مورد شغل اعضای خانوادگی همدیگه صحبت میکنیم و کلی عبارت و جملات جدید که در مکالمه بهمون کمک خواهد کرد. خب بیایید مکالمه درسمون رو ابتدا من براتون بخونم، شما با دقت جملات و کلمات رو دنبال کنید و ببینید که هر کلمه و هر جمله به چه صورت خونده میشه. بعد از اون با همدیگه تمرین میکنیم، میخونیم و نهایتا براتون توضیح میدم که در این مکالمه چه اتفاقی میفته. خب Nice picture. Is that your father? Yes, he is. How old is he? 38. What's his job? He's a mechanic. And your mother? She's 35. She's a housewife. خب بیاید با هم دیگه بخونیم. من کلمه به کلمه و آرومتر میخونم و از شما انتظار دارم که توی خونه همراه با من تکرار کنید. Nice picture, nice picture, nice picture, nice picture. Is that your father? Is that your father? لطفا تکرار کنید. Nice picture. Is that your father? Yes, he is. Yes, he is. How old is he? How old is he? How old is he? How old is he? 38. نگاه کنید بچه ها، شما ممکنه اینو نتونید حالا درست تلفظ کنید. در واقع بخواید که 38 رو درست تلفظ کنید، باید نوک زبانتون به نوک دندانهای جلویتون در واقع نزدیک کنید و بگید ف. اما اگه نتونید درست تلفظ کنید مشکل نداره، فعلا میتونید که به این صورت بگید که 38. 38. What's his job? What's his job? He's a mechanic. He's a mechanic. And your mother? And your mother? She's 35. She's 35. She is a housewife. She's 35. She's a housewife. بسیار عالی. خب نگاه کنید، این مکالمه بین دو تا دانش آموز اتفاق میفته. Student 1 یعنی دانش آموز 1، Student 2 یعنی اون یکی دانش آموز که خب با هم دیگه صحبت میکنن. دانش آموز اول میگه Nice picture، تصویر جالبی، تصویر خوبی، عکس خوبی. Is that your father؟ پدر شماست، پدر تو هست. دانش آموز دو میگه Yes, he is، بله هست، او هست. یعنی Student 1 میگه How old is he؟ چند سالشه؟ How old is he؟ چند سالشه؟ دانش آموز دو میگه 38، 38 سالشه.
دانش آموز یک دوباره سوال میپرسه، میگه What's his job؟ شغلش چیه؟ چه کاره هست؟ What's his job؟ دانش آموز دو در جوابش میگه He's a mechanic. او یک مکانیک هست. دانش آموز یک دوباره سوال میپرسه And your mother؟ و مادر شما؟ خب دانش آموز دو مادرشو سنشو و شغلشو میگه، میگه She's 35. او 35 سالشه. She's a housewife. او یک کدبانو یا خانه‌دار هست. Housewife. خب توی این مکالمه دو سه تا کلمه جدید داریم. Picture یعنی تصویر، عکس. Father که میدونید چیه، یعنی پدر. How old is he؟ یک عبارت، یعنی چند سالشه. Job یعنی شغل. What's his job؟ یعنی شغلش چیه. Mechanic یعنی مکانیک. And your mother؟ مادر هم که میدونید یعنی مادر. She's 35. She's a housewife. خب اینجا housewife یعنی کدبانو، خانه‌دار. بسیاری. خب بریم ادامه درسمون. در پرکتیس دوم دو تا دانش آموز با هم دیگه صحبت میکنن. یکی به عکس‌ها نگاه میکنه، همینطور که شما هم توی این تصویر نگاه میکنید، به هم دیگه عکس نشون میدن و سن اعضای خانواده یکدیگر رو میپرسن. خب بیایید من این جملات رو براتون بخونم، شما نگاه کنید و ببینید که این کلمات و جملات به چه صورت تلفظ میشه. How old is your father? He's 38 years old. نگاه کنید بچه‌ها، این پارانتزی که هست years old اومده، هم میتونید اینو بگید هم میتونید که نگید. اگه بخواید که پاسخ کوتاه بدین دیگه لازم نیست years old رو بگید، ولی بهتره که بگید و یاد بگیرید. How old is your mother? How old is your mother? She's 35 years old. How old is your mother? How old is your mother? She's 35. How old is your brother? He's 14 years old. How old is your sister? She's 8 years old. How old is your uncle? He's 45 years old. How old is your aunt? She's 30 years old. بسیاری. خب بیاید با هم دیگه تلفظ کنیم و من براتون آرومتر بخونم. How old is your father? How old is your father? یعنی پدرت چند سالشه؟ میگه He's 38. 38 سالشه. How old is your mother? مادرت چند سالشه؟ She's 35. 35 سالشه. لطفا شما هم تکرار کنید. How old is your brother? How old is your brother? درود بر شما. لطفا تکرار کنید. How old is your brother? برادرت چند سالشه؟ He's 14 years old. او 14 سالشه. How old is your sister? خواهرت چند سالشه؟ How old is your sister? How old is your sister? She's 8 years old. How old is your uncle? How old is your uncle? He's 45 years old. How old is your aunt? She's 30. خب نگاه کنید، اینجا یه سری لغت‌های جدید یاد گرفتیم. Father یعنی پدر، mother یعنی مادر، brother یعنی برادر، sister یعنی خواهر، uncle یعنی دایی، عمو، aunt یعنی خاله، عمه. تو انگلیسی معمولا به دایی و عمو یک کلمه به کار میبرن، یعنی uncle، و همچنین برای خاله و عمه به دوتاش هم میگن aunt. خب پرکتیس دو هم در واقع یاد میگیریم که چطور شغل دیگران رو بپرسیم. به جملات براتون بخونم. What is your father's job? He's a mechanic. What is your mother's job? She's a housewife. What is his uncle's job? He's a doctor. What is her aunt's job? She's a nurse. What is his job?
He's a teacher. What is her job? She's a student. عذرخواهی میکنم. What is her job? She's a dentist. بسیاری. خب بیایید با هم دیگه تکرار کنیم. لطفاً گوش بدید. همراه با من تکرار کنید. What is your father's job? What is your father's job? He's a mechanic. He's a mechanic. What is your mother's job? 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 She's a housewife. She's a housewife. She's a housewife. What is his uncle's job? What is his uncle's job? He's a doctor. He's a doctor. He's a doctor. What is her aunt's job? What is her aunt's job? She's a nurse. She's a nurse. What is his job? He's a teacher. What is his job? He's a teacher. What is her job? She's a dentist. خب معنیشو براتون بگم. What is your father's job? یعنی شغل پدرت چیه؟ He's a mechanic. او یه مکانیکه. What is your mother's job? شغل مادرت چیه؟ She's a housewife. او یه خانه‌دار هست. What is his uncle's job? شغل دایی یا عموی او چیه؟ He's a doctor. او یه دکتره. What is her aunt's job? شغل خاله یا عمه او چیه؟ She's a nurse. او یه پرستاره. What is his job? شغل او چیه؟ He's a teacher. او یک معلمه. What is her job? شغل او چیه؟ She's a dentist. او یک دندان پزشکه. خب father میدونید چیه؟ یعنی پدر. mother یعنی مادر. uncle یعنی دایی یا عمو. aunt یعنی خاله یا عمه. job که مشخص یعنی شغل. mechanic خوندیم یعنی مکانیک. housewife یعنی خانه‌دار، کدبانو. doctor یعنی دکتر. nurse یعنی پرستار. teacher یعنی معلم. dentist یعنی دندان پزشک. بسیار عالی. بریم ادامه درسمون رو بخونیم. خب باز هم یک معلم و یک دانش آموز با هم دیگه صحبت میکنن. بیایید این مکالمه رو بخونیم و ببینیم که اینا در واقع در مورد چیزی صحبت میکنن. البته این شخصی که میبینید دفتردار مدرسه هست و با دانش آموز صحبت میکنن. Listen to the school secretary and the student talking. He is completing a school form for the student. School secretary. What's your father's name? Gudarz Safari. How do you spell his first name? That's Goodarz. Thank you. خب یه مکالمه خیلی ساده هست. What's your father's name? نام پدرت چیه؟ student یا دانش آموز میگه گودرز سفری. بعد school secretary میگه How do you spell his first name? اسم اولشو نامشو چطور هجی میکنی یا چطور نوشته میشه؟ املاش به چه صورته؟ دانش آموزم دونه دونه حرفاشو میگه. That's G O O D A R Z. خب school secretary هم تشکر میکنه، میگه thank you. بسیار عالی. خب بریم ادامه درسمون. تو این قسمت listening داریم که میشه گفت بهترین و جالبترین قسمت کتابمون همین قسمت listening و reading هست. ما به یک فایل صوتی گوش میدیم و دو سه تا اطلاعاتی که کتاب ازمون خواسته از اون صحبت ها میشنویم، متوجه میشیم و اینجا درستش رو تیک میزنیم. ببینید سطر اول مربوط به یک مکالمه هست، conversation one، که اینو براتون یه بار پخش میکنم. سطر دوم هم یک مکالمه دیگه هست. پس بنابراین ما ابتدا مکالمه اول رو گوش میدیم و دو تا ستون داره. ستون اول relationship، اینکه چه در واقع
اون شخصی که در موردش داریم صحبت میکنیم یا توی مکالمه در موردش صحبت میکنن چه نسبتی با اون داره، حالا یا برادرشه یا فادر یا پدرشه یا داییشه یا عموشه، و شغلش چیه که سه تا شغل داریم: تیچر یعنی معلم، دنتست یعنی دندان پزشک، درایور یعنی راننده. خب ما بیایید براتون مکالمه رو پخش کنم، لطفا با دقت گوش بدید و این اطلاعات رو توی این قسمت با علامت ضرب در یا تیک اینا مشخص کنید. Listen to the conversations and check the correct items. Conversation 1. Is this your father in the picture? No, he's my uncle. Really? What's his job? He's a teacher. بسیار عالی. خب همونطور که گوش دادید، حالا من براتون یه بار دیگه پخش میکنم و جمله جمله براتون میگم که چه صحبت هایی شد. Conversations and check the correct items. Conversation 1. Is this your father in the picture? 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 میگه که آیا این پدرت توی عکس؟ No, he's my uncle. Really? What's his job? میگه No, he's my uncle. نه، این عمو یا دایی منه. بعد میگه really؟ واقعا؟ What's his job؟ شغلش چیه؟ بعد میگه He's a teacher. He's a teacher. او یه معلمه. خب توی این قسمت relationship یا نسبت روی uncle علامت میزنیم و توی قسمت job هم روی teacher. حالا بیاید به مکالمه دوم گوش بدیم و ببینیم که در مورد چه کسی صحبت میشه و شغلش چیه؟ Conversation 2. Who's that lady over there? It's my sister. You look alike. What's her job? She's a nurse. بسیار عالی. خب بیایید مجدداً به این مکالمه گوش بدیم و براتون توضیح بدم جمله به جمله توی مکالمه چه صحبتی میشه. Who's that lady over there? Who is that lady over there? اون خانم اونور، حالا منظورش اینه که اونجا ایستاده کیه؟ Who is that lady over there? خب در جوابش میگه It's my sister. It's my sister. خواهرمه. You look alike. You look like. شبیه همین. What's her job? What's her job? میپرسه شغلش چیه؟ She's a nurse. She's a nurse. او یه پرستاره. خب این قسمت هم به پایان رسید. بریم قسمت بعدی. خب بچه‌ها به این تصویر نگاه کنین. در واقع میشه گفت که یه دونه شجره نامه هست، فامیلی تری هست، که از مال زینب و رضا هست. خب زینب و رضا تو این قسمت هم میبینید مادرشون نسرین هست و پدرشون هم علی هست، و در واقع البته این فامیلی تری مال علی هست که اینجا نوشته من. خب به هر حال پدر علی مهدی هست و مادرش فاطمه، و مادر فاطمه زهرا هست و پدرش هم حسین، و مجدداً برادر فاطمه فرهاد هست
و یه دونه هم خواهر داره که اسمش فیروزه هست. میبینید که شما هم میتونید فامیلی تری خانواده خودتون رو در واقع خودتون رو آماده کنید و به این صورت اسمهاشون رو به انگلیسی بنویسید. خب اگه دوست داشتید میتونید که این کار رو انجام بدید توی دفتر مشقتون یا یه کاغذ دیگه و برای معلم خودتون ارسال کنید و نمره مثبت بگیرید. حالا به این جملات نگاه کنید. حسین is my grandfather. حسین پدر بزرگشه. زهرا is my grandmother. زهرا مادر بزرگمه. همش مربوط میشه به این علی. فاطمه is my mother. فاطمه مادرمه. همونطور که توی این family tree هم میبینید مادرش فاطمه است. مهدی is my father. مهدی پدرشه. فیروزه is my aunt. فیروزه عمه یا خاله از خواهی میکنم خاله علی هست. فرهاد is my uncle. فرهاد هم دایی علی هست. نسرین is my wife. نسرین همسر منه. نسرین هم همسر علی هست. رضا is my son. رضا هم پسرشه. رضا پسر منه. توی جمله میگه زینب is my daughter. زینب هم دختر منه. زینب هم دخترشه. توی family tree قابل مشاهده است. خب بچه توی این قسمت لغت‌های جدید یاد میگیریم. ایشون یک مهندسه. به مهندسه میگیم engineer. engineer. لطفا تکرار کنید. engineer. بسیار عالی. painter یعنی نقاش. painter یعنی نقاش. painter. farmer یعنی کشاورز. farmer. farmer. لطفا تکرار کنید. farmer یعنی کشاورز. florist یعنی گلفروش. florist یعنی گلفروش. florist. policeman یعنی پلیس. policeman یعنی پلیس. employee یعنی کارمند. employee یعنی کارمند. postman یعنی پستی. postman لطفا تکرار کنید. postman یعنی پستی. waiter یعنی پیشخدمت. waiter یعنی پیشخدمت. waiter لطفا تکرار کنید. waiter. teacher یعنی معلم. teacher. teacher لطفا تکرار کنید. teacher. mechanic. mechanic توی تصویر هم میبینید یعنی مکانیک. mechanic. doctor یعنی دکتر. doctor یعنی دکتر. doctor لطفا تکرار کنید. doctor. shopkeeper. shopkeeper یعنی مغازه دار. shopkeeper. dentist یعنی دندان پزشک. dentist. dentist. pilot یعنی خلبان. pilot خلبان. nurse یعنی پرستار. nurse یعنی پرستار. baker یعنی نانوا. baker یعنی نانوا. driver یعنی راننده. driver یعنی راننده. worker یعنی کارگر. worker. driver. لطفا تکرار کنید. driver. worker. cook یعنی آشپز. cook. cook لطفا تکرار کنید. cook. بسیاری. خب عزیزانم رسیدیم به پایان درس چهارم. دو سه تا تکلیف هست که براتون میگم توی خونه انجام بدید. یکی این که خب توی کلاس نیستیم که تمرین کنیم متاسفانه، واسه همین شما توی خونتون با پدر و مادرتون یا اگه خواهر و برادرتون انگلیسی بلد بودن باشون مکالمه درس اول رو به صورت رول پلی اجرا کنید. یعنی یه بار شما جملات رو بگید، جملاتی که مربوط میشه به شخص دوم، اونم از اعضای خانوادتون کسی اون جملات رو تکرار کنه و این
کالمه رو با هم دیگه اجرا کنید. همچنین پرکتیس 1, 2 و 3 رو هم به همین شکل انجام میدید. خب تمرین های مربوط به درس چهارم رو توی کتاب کارتون انجام بدید، ازش عکس بگیرید، در زمان مناسب کلاس برای معلم خودتون ارسال کنید. خب رسیدیم به پایان درس چهارم. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.